بسم الله الرحمن الرحیم. في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل. سه مرتبه حضرت تکرار می‌فرمایند این جمله را که نافله شب را حتما به جا بیاور، که خصوصیاتی در این بلند شدن در نیمه شب سحر و عبادت کردن و توجه کردن وجود دارد که در هیچ یک از نمازهای 24 ساعت دیگر این خصوصیات وجود ندارد. لذاست که تأکید شده است. حضرت هم در اینجا سه مرتبه به امیرالمؤمنین این رو تأکید میکنن که حتما نماز شب رو به جا بیارید. این رو از قول مرحوم آقای حاجی‌زری آقای قاضی رضوان الله علیه نقل کردن که اون اوائل که آقای مرحوم آقای طباطبایی نجف رفته بودن و با ایشون آشنا شده بودن، ایشون میگفتن تو راه آقای طباطبایی رو برخورد کردن، دیدن، گفتن که آقا جان یا پسرم، اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. یعنی این اولین توصیه مرحوم حاجی‌زری آقای قاضی رضوان الله علیه به یک شاگرد برگزیده برجسته هم همین بود که نماز شب. که این رو باید دوستان، به خصوص افرادی که بنیه جوانی دارن، مراعات کنن، این خصوصیت بسیار مهم را رعایت کنن، نماز شب رو نگذارن ترک بشه. یعنی رفتار با نماز شب باید مثل نماز فریضه باشد، که حالا یه وقت جوری شد که انسان نتوانست و خسته بود و نشد و اینها، خب هیچ، اما مادامی که قادر است و میتواند و محظور مهمی ندارد و اضطراری نداره، حتما مقید باشد به اینکه نماز شب رو به جا بیاره. این رو بایست همه رعایت کنند. و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال و علیک به صلات الزوال، که این هم سه مرتبه فرمودن صلات الزوال. به نظر میرسد به قرینه صلات اللیل که قبلاً فرمودند مراد نافله ظهر است، نه نماز ظهر. خب نماز ظهر که فریضه است، واجب است. این تأکیدی که کردن مربوط به نافله ظهر است، که اینجا هم مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه در یکی از مکتوباتی که به بعضی از تلامذه خودشون دارن روی نافله ظهر خیلی تکیه میکنن، فرمایند که این صلات الاوابین است. این تعبیر مرحوم آقای قاضی است، نافله ظهر صلات الاوابین است، که خب خیلی اهمیت دارد، جزو نوافل بسیار مهم است. صفحه 829.